سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 ماه قوس سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 ماه دسامبر سال 2010 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. ناکامی حکومت افغانستان در تلاش هایش برای حمایت از حقوق زنان. راه یافتن برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت هرات با حمایت ایران و مجلس نمایندگان. و خواست ایالات متحده آمریکا به خاطر تشکیل یک ائتلاف سه جانبه برای رویارویی با اقدامات کره شمالی. مشروع خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد تلاش های دولت افغانستان را در کار حمایت از حقوق زنان ناکام میگوید. جورج ادگنیان رئیس بخش حقوق بشر یونما در گفتگو با طلوع نیوز نقش فعال زنان را در همه عرصه ها به ویژه در گفتگو با مخالفان مسلح دولت لازم میداند. این بانو نیاز به عملی شدن هر چیز زودتر قانون منع خشونت در برابر زنان را از سوی حکومت مطرح میسازد. قانونی که بر بنیاد یک گزارش بخش حقوق بشر یونما تا کنون به گونه کامل عملی نشده است و نیز کاستی های در آن دیده می شوند. تمیم حمید گزارش می دهد. گزارش بخش حقوق بشر یونما که 29 ولایت را در افغانستان پوشش داده است، حاکی از موارد گوناگون بدرفتاری در برابر زنان و دختران افغان است. با آنکه در این گزارش به قانون منع خشونت در برابر زنان که بیش از یک سال از تنفیذ آن میگذرد اشاره شده است، اما گفته شده است که عاملی از جمله مایل نبودن شماره از مقام هایی که تطبیق کننده قانون هستند و نیز آگاه نبودن شماره از مقام های محلی از نافذ شدن این قانون باعث شدند که بدرفتاری در برابر دختران و زنان ادامه یابد. در گزارش بیان شدن از برخی رسما که اکنون به گونه‌ای با حکام شرعی پیوند داده شدند بر نیاز و جلوگیری از این رویدادها تاکید شده است. بر بنیاد این گزارش بیش از نیم دخترانی که در افغانستان ازدواج می‌کنند کمتر از 15 سال سن دارند و بسیاری از این ازدواج‌ها در بدل بد دادن صورت می‌گیرد. از بسیاری کسانی که ما با آنان گفتگو داشتیم نقل قول کردند که اگر شما دختر را با کلاهتان بزنید و او بر زمین نیفتد، پس این می‌رساند که هنگام ازدواج آن دختر فرا رسیده است. در ادامه این گزارش می‌آید که ادامه بدرفتاری ها در برابر دختران و زنان باعث فرار آنان از خانه ها و نیز قتل‌های ناموسی شده است. چنان که مکنون بیش از نیم دختران و بانوانی که در زندان‌ها در بند هستند کسانی هستند که به اتهام فرار از خانه بازداشت شده‌اند. هرچند بخش حقوق بشر یونما میگوید که در مواردی هم نهادهای امنیتی به قضایای بدرفتاری در برابر زنان رسیدگی نمی‌کنند و این همه را مسائل خصوصی خانواده‌ها میگویند. باید روشن ساخت که قانون منع خشونت در برابر زنان برای حکومت افغانستان است و نیاز به عملی شدن از سوی حکومت را دارد. این نه با نیروهای خارجی و بیرون شدن آنان از افغانستان پیوند دارد و نه با جامعه جهانی. کشورهای کمک کننده تنها کابل را در این راستا پشتیبانی مالی می کنند و این حکومت است که با اجرای این قانون باید وظیفه‌اش را انجام دهد. در این میان روند انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال آینده میلادی هم زمان می شود، نگرانی‌هایی را به ویژه درباره وضعیت حقوق بشری دختران و زنان افغان به همراه داشته است. با این هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این باره ابراز نظر متفاوتی دارد. ای تقوی نهادها را، تقوی سیستم ها را و ایجاد و تصویب قوانین جدید پیشنهاد میکنه که در این راستا امیدوار هستیم که دولت با تعهد بیشتر، با جدیت بیشتر و با سرعت بیشتر عمل کنه. با فروپاشی رژیم طالبان که دختران و زنان افغان در آن انگام با محدودیت های بسیاری روبرو بودند، گمان می رفت که دشواری ها در برابر آنان پایان یافتند. با این هم اکنون چنین پنداشته می شود که در افغانستان دختران و زنان هنوزم با بدرفتاری های روز افزون روبرو استند و حتی گاهی در برخی از بخش ها از سوی بستگانشان و یا فرماندهان محلی با شیوه های گوناگون مجازات می شوند. مسئولان پلیس در شمال میگویند که حضور دختران و زنان در صفوف پلیس برای تامین امنیت و جلوگیری از خشونت‌های خانوادگی نقش اثرگذار دارد. در این حال 16 تن از زنان و دخترانی که در مرکز آموزشی پلیس ملی زون شمال آموزش دیدند گواهی نامه‌هایشان را به دست آوردند. فرهاد بلخی گزارش می‌دهد. این زنان و دختران میگویند که آموزش های مسلکی را در مرکز آموزشی پلیس زون شمال یاد گرفتند و اکنون آماده خدمت برای وطن و مردم خود میباشند. دفاع از زنان مظلوم وطن خود کنم.
از سوی هم فرمانده مرکز آموزشی پلیسی زون شمال مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق و ترافیک مواد مخدر، خشونت‌های خانوادگی و تلاشی بدنی را از وظایف اصلی این زنان پلیس می‌داند. جلوگیری از خشونت‌های خانوادگی از وظایف مبرم و اساسی آنها می‌باشد. یکی از افسران آمریکایی که وظایف آموزش زنان پلیس افغان را دارد، حضور زنان افغان در صفوف پلیس را نشانه از پیشرفت و انکشاف در افغانستان می‌خواند. حضور زنان افغان در صفوف پلیس ملی نماینده این است که افغانستان رو به پیشرفت است و انکشاف در عرصه‌های گوناگون از جمله در صفوف پلیس افغانستان صورت گرفته است. با این همه فرمانده زون 303 پامیر در شمال ضمن آن که حضور دختران و زنان افغان در نیروهای پلیس را حیاتی می‌داند، اما از کمیت آن ابراز نگرانی می‌کند. کمیتی که ابراز در پلیس از حضور خانم‌ها متأسفانه بسیار ناچیز است. ما اهداف را که در سال 2003، 2004 و 2005 تعهد کرده بودیم تا هنوز به هدف به هیچ صورت نرسیدیم. مسئولان پلیس در شمال تاکید میکند که شرایط برای حضور بیشتر زنان و دختران افغان در صفوف پلیس آماده شده و از آنان میخواهند که برای تامین هرچه بیشتر امنیت به صفوف پلیس جذب شوند. برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت هرات با پول ایران به مجلس نمایندگان راه یافتند. روزنامه آیرش تایمز از زبان مقام های افغان مینگارد که ایران صدها هزار یورو را به نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت هرات در هنگام پیکارهای انتخاباتی داده است. این گزارش می‌افزاید که گذشته از آن ایران به مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیز رشوه داده است تا نامزدان دلخواه ایران برنده شوند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات و برخی از نمایندگان ولایت هرات این ادعاها را به شدت رد می‌کنند. صالح سادات گزارش می‌دهد. روزنامه ایرش تایمز از زبان مقام‌های افغان می‌نگارد که ایران در انتخابات پارلمانی افغانستان صدها هزار یورو را مصرف کرده است تا نامزدان دلخواه این کشور به پارلمان راه یابند. این گزارش می‌افزاید که ایران به یک نامزد $30,000 داده است تا در پیکارهای انتخاباتی مصرف نماید. بر بنیاد این گزارش یک دیپلمات ایرلندی می‌گوید که تمامی کشورهای همسایه افغانستان شمار از نامزدان انتخابات را حمایت کردند، اما ایران در این باره تلاش بیشتر کرده است. در همین حال برخی از نامزدان ولایت هرات که به مجلس راه یافتند این گزارش ها را به شدت رد می کنند. کل کمپاینم ما $1,500 مصرف کردم. پول شخصی خودم ای بوده. پولی که دیگه دوستا مصرف کردن داخل دوستای هراتی ما و دوستای افغانی ما که اکثریت رو نمیشناسم. مصرف را آوردن و کردن و مالی ما کمک های نار گرفته و مصرف شده که به یک عشق و علاقه بوده. برای اینکه دقیق تر به موضوع برسیم که چی کسانی پول دریافت کردن، فهرست جناب آقای داود زیر مطالعه بکنیم که پولهایی که از ایران دریافت میشه به چی منابع در داخل افغانستان تحویل داده میشه. این گزارش می‌افزاید که به مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برنده شدن نامزدان دلخواه ایران رشوت داده شده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعاها می‌گوید که کار این کمیسیون از رهگذر انتخابات پارلمانی پایان یافته است. در رابطه با ایران باز هم تاکید می‌کنم که هیچ گونه مدارک و شواهد موجود نیست که کدام عضو کمیسیون از او پول دریافت کرده باشه و بالاخره به نفع از او تصمیم گرفته باشه و اصلا امکان نداره، به خاطر از اینکه یک فرد اونجا تصمیم گیرنده نیست، 7 نفر که اعضای کمیسیون هست که تصمیم میگیره. در همین حال رئیس جمهور کرزی درباره گشایش پارلمان آینده میگوید که وی بر بنیاد قانون اساسی و مصالح اولیای کشور عمل خواهد کرد. پارلمان آینده افغانستان رو افتتاح گلوشی جرگه رئیس جمهور افغانستان در مطابقت به قانون اساسی افغانستان و مصالح اولیای کشور عمل می کند. در حالی که لویسانوالی و قضای افغانستان در مطابقت به قانون اساسی افغانستان به حل قضایی که به اونا پیش می شه کار خود پیش می برند. با گفته این روزنامه، اعضای ناتو برای نابودسازی مخفیگاه‌های هراس افغانان در پاکستان توجه کرده است، اما در برابر ایران بی تفاوت مانده است. امروز برابر با روز جهانی مبارزه با فساد در جهان است. پیش از این نهاد پژوهشی شفافیت جهانی گفته است که
افغانستان در میان کشورهای آلوده به فساد جایگاه سوم را دارد. اما اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری این گزارش را رد می کند. رئیس این نهاد می گوید که کمیسیون مشترک افغانها و خارجیان برای بررسی فساد اداری در تمامی نهادهای دولتی افغانستان ایجاد شده است. نجیب حازم گزارش می دهد. اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری منابع وابسته به نهاد پژوهشی شفافیت جهانی در افغانستان را موثق نمی‌داند. رئیس این نهاد می‌گوید که بیشترین فساد در قراردادها و کمک‌های خارجان دیده می‌شود، زیرا بیشترین پول‌های کمک شده برای افغانستان از سوی خود آنان به مصرف می‌رسند. فسادی که در جامعه بین‌المللی در افغانستان است، اکثرا در قسمت قراردادهایی است که اونها خودشان کردن می‌کنند. نه برای ما حساب دادن، برای دولت افغانستان اونا اجازه حسابگیری را دادن. حالا زمینه سازی از این صورت گرفته که افغانا هم بتانن از اونا حساب بگیرن. این در حال است که نظرسنجی های اخیر نهاد پژوهشی شفافیت جهانی که به روز پنجشنبه پخش شده است نشان می دهد که از میان هر چهار نفر در جهان یک نفر آن در سال گذشته رشوه داده است. این نظرسنجی که بر رشوه های کوچک نیز تاکید کرده است در 86 کشور و میان 91,000 نفر انجام شده است. 29% این نظرسنجی نشان می دهد که پلیس بیشتر بر رشوه ستانی متهم است. در این نظرسنجی آمده است که کشورهای جنوب آفریقا از کشورهایی هستند که در آن رشوه ستانی بیشتر صورت گرفته است. پس از آن کشورهای آسیای میانه و آفریقای شمالی به این پدیده متهم شدند. در حدود 50% این نظرسنجی نشان می دهد که افراد برای جلوگیری از مشکلات رشوه دادند، در حالی که 1/4 این نظرسنجی نشان می دهد که افراد برای سرعت بخشیدن به کارهایشان رشوه دادند. مسئولان امنیتی ولایت کندهار از بهبود اوضاع امنیتی در این ولایت سخن میگویند. والی کندهار میگوید عملیات امید و همکاری که از 9 ماه بدین سو از سوی نیروهای امنیتی افغان خارجی در این ولایت به راه افتاده است با موفقیت ادامه دارد. وی میافزاید که ولسوالی های ارغنداب، دنجیری و پنجوایی این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت به گونه مکمل پاکسازی شدند. والی کندهار میگوید در بخش هایی که از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند به زودی پروژه های بازسازی آغاز خواهند شد. وی میافزاید که در ولسوالی های دند، ارغنداب، ژیری و پنجوایی این ولایت که از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند، پاکسازی ماین ها آغاز شدند و نیز به زودی پروژه های بازسازی در این ولسوالی ها آغاز خواهند شد. وی میافزاید که در حدود 10 مگاوات برق نیز به کارخانه های صنعتی این ولایت داده خواهد شد تا زمینه های کار برای شماری از باشندگان این ولایت فراهم شوند. روزی که در همکاری کارگران شروع شد و در نیز دو ولسوالی که در همکار بود گنج و پنجوایی و ژیری در فقط بود یو ولسوال در بود یا یو پلیس مقدر مجرد. گفته می شود که در این عملیات ها به غیر نظامیان نیز خسارات مالی هنگفتی رسیده است که با گفته مسئولان دولتی با آسیب دیدگان این عملیات ها کمک مالی خواهد شد. با افزایش سرما شمار از باشندگان پایتخت از نبود کار و بی‌پروایی دولت در کار فقرزدایی شکایت دارند. آنان میگویند که ناداری به اندازه بر آنان فشار آورده است که هر لحظه خطر مرگ کودکانشان را تهدید میکند و آنان توانایی خرید مواد خوراکه و حتی مواد سوخ را برای گرم کردن خانه هایشان ندارند. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که این وزارت برنامه‌ای را برای فقر زدایی روی دست دارد که عملی ساختن این برنامه ها به زمان نیازمند است. این وزارت ناامنی ها را چالش عمده در برابر فقر زدایی میداند. حبیب احمدی گزارش میدهد. این خانواده ها که به علت فقر و تنگ دستی به کابل آمدند میگویند که با افزایش سرما و ناتوانی مالی مجبور هستند برای آنکه سرما تلف نشوند به کشورهای همسایه پناه ببرند. این خانواده ها می افزایند که توان آن را ندارند تا کودکانشان را که از سرما بیمار شده اند درمان کنند. آنان تلاش های اخیر دولت را در فقر زدایی نابسنده می دانند. در خپل وطنم دلتم خواپول ولی بده زمانگ ده دوی غیرت که موږ سره ماغه مدد وکي او جای راکي د دولت له خوا نه موږ دغه توجه غواړو چې د موږ حیوانان ټول مریضي کې مړه کېږي له یخه خونه کمه ده مردم غریب است بشر او بر جو جو است مردم بیکار است مردم فقیر است نادار است ما هم د کار غریبگی می اسکران می برند. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که در افغانستان 8 میلیون تن توانایی کار را دارند که 3 میلیون آن بیکار هستند. این وزارت می افزاید که برای فقر زدایی و کاریابی به برنامه های گسترده نیاز است و باید نهادهای دیگر نیز با این وزارت همکاری کنند. نامنی یک چالش بسیار عمده
و کلیدی است در مقابل تطبیق پروژه های انکشافی که بهرهش مستقیما به مردم باز نمیرسه وقتی پروژه تطبیق نشه. از همو بابت است که مردم تا حال هم در فقر قرار دارن. وزارت کار امور اجتماعی یکی از انگیزه های بیکاری و فقر را حرفه‌ای نبودن کارگرانی می داند که نان‌آور خانه هایشان هست.